بچه یه سری نکته ها رو گفتم داخلش، تاکید بکنم حتما تا آخرش نگاه بکنید. طرف میاد اول ویدیو رو میبینه، خب محمد عباسی گفته دستی تو از اینجا بنداز برم بزنم وربوتروم خوب بشه، این چیزی از توش در نمیاد. تا آخر ویدیو رو حتما نگاه بکنید، چون نصف چیزا رو آخر ویدیو یادم اومد اصلا بگم. آقا ویدیو 10 دقیقه باشه 20 دقیقه باشه، تو داری 2 سال مثلا پارکور کار میکنی، 1 سال پارکور کار میکنی، اصلا 6 ماه پارکور کار میکنی، 10 دقیقه برای خودت ارزش بذار، 10 دقیقه برای خودت زمان بذار، یه آموزشی که براتون گذاشتن تا آخرش نگاه بکن، بتونی از تمام محتواش استفاده بکنی. امیدوارم مفید باشه براتون. لباسم داره میفته. بریم سراغ آموزش. Let's go. شما ضربه وارو پشتکی تو میزنید، یعنی این ضربه وارو پشتکی تو میزنید، ولی موقعی دست در جلوی صورتت رد شد، ضربه رو که زدی برای پشتک دیگه پاهات نمیگیری، دست میکشی داخل ضربه وات میزنید، یعنی دست از بالا میاد جلوی صورت رد میشه، دست راست میاد پایین، ضربه پشتک رو میکشی داخل میکنیش بوت، از داخل وارو پشتک استایل وارو بوت رو اجرا میکنی. این میشه از داخل وارو پشتک. یه چیزی توی مایه ها دارن. حالا نکته هاش چیه؟ مثل استایل کورکی که بهتون گفتم زود نباید بچرخ، یه سری ها هستن از اینجا ضربه میزنن، باز دیدم از اینجا ضربه میزنن. نگاه، یه استایل بیشتر برای دوبات خوبه، چون سرعت چرخش بهت میده ولی خب ارتفاعاتو کم میکنه. الان من با یه استایل بزنم خوب میزنم، لند میکنم، تک ول میکنم، ولی اینجا هستم، ولی با این استایل ارتفاع میره بالا ولی خواهی که هم سرعت رو میاد پایین. الان یکی با این استایل میزنم، نگاه متوجه میشه سرعتی تره، لندش هم خوشگل تر باشه، ولی من پیشنهاد میکنم برای حرکت یک یعنی واروبوت روی استایل بزنیم، دست از بالا بیان پس هم گرفت سرم هم پردم. میریم سراغ مرحله دوم. مرحله دوم چیه؟ استفاده از پا. یه سری ها هستن اصلا از این پای خراب شده استفاده نمی کنن. من دارم به طرف میگم وقتی میخوای وارو بوت بزنی رو پاد بپر، تا لحظه که دستت داره از جلوی صورت رد میشه زور بزن، کل زور انرژی تو بذار روی پاد بپر که بده ارتفاع بده، ولی طرف میاد چیکار میکنه؟ میاد اینجا وای میسه، دست شیشو میندازه بالا ضرب بوت میده. من هم اینجوری بزنم، میدونی با چه حالتی میام؟ با این حالت میام. نگاه، این لندو به درد نمیخوره. چرا؟ چون استفاده از پا نداره. از پاتون استفاده کنین بچه ها، جام، کل پرش، جمیلنم ارتفاع همش داده از این پا میاد دیگه، مشخصه. تا روش زور نزنی، تا روش نری بالا، تا روش بدن سازی نکنی، قوی نشی، نمیتونی ارتفاع بگیری. همش که با استایل نی. خب محمد عباسی اومده گفته اینجوری بزن، چرا لند نمیکنم؟ چون بدنت ضعیفه. یه نفس بگیرم یه لحظه. خب شد چی؟ بدنسازی ملاک اول پارکوره. یه سری بدنسازی ها رو گذاشتم تو پیجم، مال پا هست، برید نگاه کنین حتما روش کار بکنین. بدنسازی ملاک اول پارکوره، یعنی حتی از مربی هم بهتره. چرا؟ چون آقا کل پارکور، ریشه کل ورزش ها از بدنسازی نشأت میگیره، یعنی بدنت خوب نباشه به درد هیچی نمیخوره. همون شطرنج هم بدنسازی خودشو داره، عضله نیست ولی بدنسازی مغز داره. غذای خوب، تمرین فکری، چه میدونم بازی های فکری، هر چیزی انرژیش از یه جایی میاد. پس اگه بدنسازی نمی کنی اصلا آموزش های من رو نگاه نکنی بهتره، چون تأثیر خاصی نداره. چرا؟ چون من دارم نکته بهت میگم، من دارم یه سری نکته ها رو بهت میگم که تو رو رعایت بکنی حرکتت بهتر میشه. من نمیام فاروبوت رو از اصول و پایه به شما نشون بدم، ولی میام یه سری نکته ها رو میگم که اگه یکی داره واروبوت رو دست با شکسته میزنه، دست با شکسته ناقص، دست با شکسته میزنه، بتونه آقا مثلا به جای ایجوری لند کنه ایجوری لند بکنه مثلا. خب میام تا اینجا، خدا رو شکر ایشالله امیدوارم فهمیده باشین. بریم سراغ مسئله بعد. مسئله بعد، موقع واروبوت زدن، موقع اجرای حرکت واروبوت، به هیچ عنوان نباید کلت رو زود بچرخون. من دیدم یه سری آمیان موقع واروبوت زدن تا اینجا بدن صاف ها، خب موقع زدن یه ها ایکا میکنن، مثلا بدن میاد این بار بعد اینجا ضربه میزنن، این به درد میخوره، لندش آسونتر ها، ولی خب استایلت میریزه به هم کلا.
باید حتما بدنت صاف باشه، یعنی صاف میای صاف میای عقب از اینجا ضربه میزنی. این استایل بار بوچه اصلیه. اون چیزی که میگم بقیه میزنن یه چیزی توی مایه ها، نگاه لند آسون‌تر، لند به قول خودشون تمیزتر، ولی به درد نمیخوره. چرا؟ کج میشی، استایل حرکت رو درست درک نمیکنی. موقعی میخوای مثلا بزنی واروبوت تک کرک دوتا پشت سر هم بزنی نمیتونی بزنی، چون همون جوری که از اول کار نیم دور اولش میدوزی آخر کارم نیم دور اضافتر میاری، نمیتونی زود تحویلش کنی. من داخل رفیقای خودم هستن خیلیا اینجوری واروبوت میزنن، موقع تک ول میکنن تکشون اینجا میاد، از اینجا نمیتونه ول بکنه کرک بزنه، چون استایلش کلا پای مشکل داره. این نکته هم یادتون نره حتما. امیدوارم آموزش خوشتون اومده باشه، خوشحالم دارم این کار مفیدی براتون میکنم، در صورتی که حداقل یه درصد حس بکنم مثلا یه سودی برای شما داشته. آقا اگه زدی خوب بوده حتما داخل کامنت ها بگو، حتما دایرکت بیا بهم بگو آقا من زدم خوب بوده، نکتهات خوب بوده، که من بیام دو تا آموزش دیگه هم براتون بذارم. بخش سوم، یادتون نره بدن سازی کنید. بدن سازی شرط اول پارکور و تمام ورزش‌های دنیا. آقا طرف شطرنج رو میزم که داره بازی میکنه بدنسازی داره، بدنسازی بدنی نداره، نمیره باشگاه بازی وزنه بزنه، ولی غذای خوب میخوره، بازی فکری میکنه، نینی او هم بدنسازی خودشی داره. پس تو تا به بدنت نرسی ورزشکار خوبی نمیشی، اصلا اسمت ورزشکار نیست، ورزشکار که به بدنش نرسی. من این اشتباه رو کردم، شما نکنید، به بدنتون برسید. امیدوارم نکته خوب بوده باشه براتون، امیدوارم بتونین ازش استفاده بکنین. اگه خوب بود جواب داد حتما داخل کامنت ها بهم بگین، حرکت بعدی هم بهم بگین داخل کامنت ها که آقا حرکت بعدی آموزش بعدی چی بذارم. دمتون گرم، دوستتون دارم، سابسکرایب کنین، نمیخواد کسی ازتون پول بگیره یه لایکی هم بزنین، نوکرتونم فعلا.